برای گفتگوی بیشتر در این مورد محمد صابر احمدزی رئیس نهاد جهانی جوانان آشنا با ما هستند. آقای احمدزی خوش آمدید. در آغاز در مورد این نهاد بگویید که هدف شما از ایجاد این برنامه و این نهاد چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام و احترامات به بینندگان تلویزیون طلو. برنامه ما تقریبا از یک سال یک و نیم سال میشه که فعال شده، یعنی از ماه جنوری 2016 البته فعالیت شروع شده و برنامه طوری است که ما همراه یکی از کمپانی بین‌المللی که البته اینا هم رپرزنتیتیو داره در افغانستان، همراهشان یک تفاهم نامه داریم و به نام افغان مید گرانتس که یعنی به نام کمک های ساخت افغانستان افغانا یک پروژه را ما برای انداختیم و پروگرام طوری است که ما تقریبا 80% مثلا به کمپنی هایی که میخواین در استاندارد شوان امرایشان ما کمک میکنیم که به اصطلاح کمک های 80% البته ما برشان میتیم و در پالوی ازی اونا تقریبا یک 20% کنتریبیوشن خودشان داره، یعنی سهم خودشان داره، به خاطر ازی که اونا هم بتانن که مثلا برشان خیلی مهم باید بی باشه که اینا مثلا بتانه که خود در رأس درست استاندارد داخل بسازن. این شرکت ها چگونه دستبندی میشه که تصدیق نامار شما را شما برای اینا توضیح کنین و کدام شرکت ها در اولویت کار شما قرار داره؟ ما در مجموع تمام شرکت هایی که در افغانستان فعالیت میکنن برای تمام ما توصیه میکنیم، حتی به شمول موسسات میتونه مراجعه کنه و طریقه کار ما خیلی ساده و بسیط است که یکی خود قیمت هایی که اینا خیلی پول بسیار مثلا به کمپنی بین‌المللی میپردازن، مانند بعضی کمپنی ها مراجعه میکنن به دوبی و از اونا تقاضا میکنن که در اینجا مثلا جواز اخذ جواز آیزو رو بگیرن که قیمت های اونا تقریبا از 5000 دلار شروع میشه تا 10000 دلار، از این بیشتر هم پول مردم پرداخت میکنن به خاطر ازی که استاندارد شوه میاری شوه. ولی از ما پروگرام ما که هست تقریبا در حدود 80% کمک داریم البته از طرف موسسه و 20% کنتریبیوشن یا سهم اونا میباشن و تمام کمپنی ها میتونن که در این استاندارد مثلا مراجعه کنن و بگیرن. البته از طریق خیلی رای آسان است در پالی از این ما برایشان کسایی که مثلا در این عرصه کار میکنن برای ما خارجی اکسپرت است، یعنی مسلکی هستن و اونا البته سرتیفای هستن که تصدیق شده اداره ارکا که در لندن است از طرف از هستن، اینا بررسی میکنه میبینه و در یک خوبی عمده که در این پروژه است وی است که مثلا دو ارگان در این وقت در حساب استانداردسازی اردویشان مشترک فعالیت میکنه که موسسه آشنا البته سازمان بین‌المللی جوانان آشنا امرای انمی شرکت مشترک کار میکنه و به حساب ویتنس ما میگیم یا شاید البته که در وقت ارزیابی امرایشان نباشه به صورت درست انجام حالا به چند مورد مهم و نکته مهمی را که شما مشخصا بر ما بگوین که شرکت هایی که از شما تصدیق نامه را دریافت کردن ده. چه سهولت هایی به اینا به وجود آمده نظر به زمانی که اینا تصدیق نامه نداشتن؟ ببینید تصدیق نامه ISO که هست سه چیز سرش مثلا سه عمده چیز سرش فکر میکنن که باید یعنی در رشد البته سه چیز خیلی عمده داره. یکی کسایی که خود ISO را میگیره استاندارد خود میسازه سه سهولت در بین منیجمنتش ایجاد میشه و سبب رشد از اون میشه که یکی منیجمنت یا اداره داخلی سیستم منیجمنتشان است یک موضوع. موضوع دوم گوشایش قیمت هاست، یعنی که قیمت حفظ میشه و سیوم چیزی که خیلی عمده است اوی است که کستومر یا کسایی که مثلا امرایشان کار داره یا خرید میکنه خریدارایشان از اونا خوش میباشن. وقتی اینی سه مرحله در یک دفتر یا در یک شرکت یا در یک موسسه یا در یک نهاد تطبیق میشه طبعا که تغییر به وجود میاد. در این موضوع مهم اولی است که شفافیت در قدم اول است به خاطر ازی که کسایی که مثلا در اختلاس دست داشته باشه یا اختلاس میکنن یا شرکت باشه یا ارگانهای دولتی باشه یا موسسات باشه ای را جلوگیری میکن البته، یعنی نمیمانه که در او پروسه که استاندارد میشه در او پروسه ای چیز وجود داشته باشه. حالا وقت مشخص شما تعیین کردین به خاطر ای که شما
تصدیق نامه را توزیع کنین و بعدا اینا شرکت های خود را معیاری بسازن یا در آغاز شما بررسی میکنین از چگونگی معیاری بودن این شرکت ها و تصدیق نامه ارائه میکنین برنا؟ اول خود ما برای تمام شرکت هایی که در افغانستان فعالیت میکنن به شمول موساد به همگیش ما اعلان کردیم از طریق صفحه اکبر از طریق یکی از اپلیکیشن هایی که RFP است البته که ما اعلان کردیم که تمامشان میتونن مراجعه کنن به این پروسه و در این پروسه بپیونده خیلی مهم است در پالی از این وقت و پروسیجرش خیلی آسان و بسیط است که میتونه خیلی به آسانی تمام مراحلش طی مراحلش کنه ما البته در استاندارد شدن خیلی قاطع و جدی برخورد میکنیم چون ما به خاطر از اینکه شرکت هایی که مثلا البته استاندارد سازی میکنن اونا فرق میکنن نظر به اینکه یک دو نهاد در یک کار شامل باشه به خاطر از اینکه شفافیت بیشتر ما مد نظر میگیریم پروسه از این خیلی بسیط است و تمام شرکت ها میتونن از این مستفید شوه دایی مثلا استاندارد های مختلف ما داریم که مثلا میتونه از اینا بگیره و در پالی از این بسیاری شرکت هایی که مثلا تولید دارن در افغانستان اونا صادرات دارن به خارج اونا به این چیزا خیلی نیاز دارن چون اگر دارنده اینمی جوازای داشته باشن اینا میتونن در مثلا در فروش بازاریابی در خود سیستم داخلیشان در سیستم های بیرونی که اینا میتونن امرای کسایی که خریداری میکنن از اینا یک رابطه خیلی خوب و یک سیستم خیلی خوب ایجاد کنن حالا شرکت هایی که میخوان این تصدیق نامه رو دریافت کنن اینا باید برابر با چه معیارهایی باشن و چه معیارهای نیاز است به خاطر به دست آوردن این تصدیق نامه خیلی کوتاه جواب بدین از همه مهمتر این هستند که اینا شرکت هایی که فعالیت میکنه حداقل 3 یا 6 ماه فعالیت داشته باشه یک موضوع این است موضوع دوم سیستم منیجمنت درست داشته باشه منیجمنت درست داخلی باید داشته باشه و در پالی از اینا میتونن مثلا جواز به دست بیارن و به شکلی که منیجمنت داخلیشان درست باشه سیستم پروسیجر و پالیسی فایننس و مالی و اینمی چیزایشون جور باشه تشکر از حضورتان در برنامه